خب مدتی یه سازمان غیر انتفاعی هم ثبت کردی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مختلفی داری. درباره این سازمان توضیح بده. چه اهدافی داری؟ من یه non-profit organization دارم به اسم Creative Changemakers و دوست دارم این یه پلتفرمی باشه و هستش که آدمای هنرمند دور دنیا بتونن با هنرشون چیزای مختلف رو تعریف کنن و اولین پروژه توی این non-profit organization Artdom هستش. اگه امکانش هست درباره همین آرتدام پروژه صحبت کنیم. میدونم علاقه زیادی هم به این پروژه داری. از کجا شروع شد و چه برنامه‌هایی داری؟ بله، من یه پروژه 2 سال الان دارم روش کار میکنم، اسمش آرتدام هستش و خیلی کنجکاو بودم که چجوری میتونه 2 تا کشور و 2 تا هنرمند تو این کشورها همدیگر رو در هنر ببینه و کار کنه و شروع کردم با 5 تا نقاش تو ایران ارتباط داشتم و من یه بومی بهشون دادم و سوژه این پروژه بود آزادی و من به اینا گفتم نصف این بوم رو نقاشی کنین و بعد از 2 هفته به من تحویل دادن اینا رو و من با 5 تا هنرمند جدید تو سوئد اینا رو مچ کردم و اون بره تابلو کشیدن و خیلی جالب بود واسه اینکه برای سوئدیا نقاشا خیلی سخت بود که یه نقاشی رو بگیرن نصفش آماده است و وقت اینا میخوان برن روش نقاشی کنن و همه این پروژه همینه که آدم با هم اطمینان کنه، همکاری کنه، با هم یه چیزای زیبا کرییت کنه. ارغوان، در حدی که من خبر دارم نمایشگاه در ایران ممنوع شد، ولی دلیلش چی بود؟ چرا نذاشتن این نمایشگاه رو در ایران برگزار کنی؟ این پروژه خیلی طولانی بوده و خیلی هم سخت بود که من یه جای خیلی خوب رو در سوئد پیدا کنم که نمایشگاه رو داشته باشیم و یه جای خیلی خوب من پیدا کردم و همون لحظه دوست داشتم نمایشگاه در ایران داشته باشم تو تهران که این دخترام بتونن برن نمایشگاه نشون بدن و خیلی یه چیز قشنگ ما نشون بدیم و بعدا فهمیدم که وزارت ارشاد تو ایران اینو اجازه نداد به من. هنوز من نمیدونم، واقعا نمیدونم واسه چی، برای اینکه من زنم، نمیدونم، یه خیلی ناراحتم از این چیز و خیلی هم خجالت میکشم که هر جا الان میرم این نمایشگاه رو دارم بس بگم تو ایران این قدغن شده و برای چی؟ برای اینکه این نقاشی از آزادیه یا فقط برای اینکه من ارغوان هستم؟ واسه اینکه ما فقط میخواستیم یه چیز زیبا نشون بدیم که هنرمندا چجوری میتونن با هم کار کنن و اما ما امید داریم که یه روزی بشه این کار نمایشگاه در ایران.